سلام بر شما. ساعت 19 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفند هستید. سرخط خبرها: حمله اسرائیل به اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در دمشق. منابع اسرائیلی و سوری از حضور یک مقام ارشد جمهوری اسلامی و 6 فرمانده سپاه پاسداران در ساختمان مورد حمله خبر دادند. تماس تلفنی وزیر امور راهبردی اسرائیل با پوریا زراعتی. راندرمر تأکید کرد ایرانیان آزادیخواه و مردم اسرائیل دشمنان مشترک دارند. تجمع اعتراضی در روز 13 بدر و در پارک قیطریه با وجود استقرار نیروهای امنیتی. شهروندان معترض در واکنش به طرح ساخت مسجد و برای حفظ محیط زیست گرده هم آمدند. اعتراف اجباری خواهر یکتا ناصر پس از بازجویی توسط پلیس امنیت. میکتا پیشتر از پلیس برای توقیف خودروش به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری انتقاد کرده بود. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت: افول صنعت فرش دستبافت در ایران. صادرات فرش دستبافت به واسطه تحریم‌های خارجی به سیاست‌های دولت به صفر رسید. خبرگزاری‌های سوریه از حمله اسرائیل به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق خبر دادند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر کشته شدن 6 نفر در این حمله گفته این ساختمان محل اقامت سفیر جمهوری اسلامی در دمشق بوده. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان مجاور سفارت ایران تعدادی از مستشاران و فرماندهان سپاه پاسداران کشته شدند. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به دمشق کشته شده است. برای بررسی بیشتر همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، آخرین جزئیات این حمله چی بوده و هدف این حمله چه کسانی بودند؟ در حال حاضر هر لحظه جزئیات بیشتری از این حمله اسرائیل که حدود 1 ساعت پیش انجام شد به دست ما میرسه. این حمله را میتوان جدیترین حمله اسرائیل در سوریه در سالهای اخیر به شمار آورد. ساختمانی که مورد حمله قرار گرفته ساختمانی بوده که نزدیک چسبیده به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هستش، در محله المزه. فیلم ها و تصاویری که به دست ما میرسه نشان از ویرانی کامل این ساختمان هستش که گفته شده ساختمان کنسولگری و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در سوریه بوده. اجساد زیادی در حال حاضر در زیر این ساختمان هستند. خود سوریه میگوید که بیش از 8 تن تا کنون در این واقعه کشته شدن، بسیاری زخمی هستند. اما خبرهایی که به دست ما میرسه میگوید که در زیر آوار هنوز اجسادی هستند که پیدا نشدن و دنبال تشخیص هویت اونها هستند. در کنار اون، آن کسی که مورد هدف قرار گرفته هنوز دقیقا معلوم نیستش. سخنان زد و نقیزی میرسه، ولی آنچه که معلوم هست هدف یکی از افراد مهمی بوده که در این ساختمان حضور داشته. پیش از این نگرانی از وضعیت حسین اکبری سفیر ایران در سوریه بود و همچنین زیاد نخل رهبر جهاد اسلامی که گفته شده بود که او هم شاید در اونجا بوده. در حال حاضر خود سابانه های جمهوری اسلامی هر دوی این خبر را رد می کنن، اما رویترز از منابع خودش همانطوری که گفتی می گوید که در این حمله سردار محمد رضا زاهدی فرمانده قدس در سوریه و در واقع معاون فرمانده قدس در سفارت ایران در دمشق بوده که در این واقعه مورد هدف قرار گرفته و کشته شده. اگر این خبر تایید بشه بدون شک باید منتظر بود و دید که واکنش جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود. چیزی را هر کسی که از آسمان به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق که جزئی از خاک جمهوری اسلامی ایران هست حمله کرده، بدون شک می‌خواسته که پیام روشنی را به جمهوری اسلامی ایران بفرسته. این یک حمله نیابتی یا یک حمله نزدیک نیستش، این یک حمله مستقیم
مستقیم است. حمله به مهمترین نماد یعنی یک سفارت یک کشور، و نباید تعجب کرد که آیا این حمله پاسخی به حمله دیشب پهبادی از سوی عراق به یکی از ساختمان‌های نیروی دریایی اسرائیل در شهر ایلات بوده. بدون شک شب پرتنشی را در منطقه ما روبرو خواهیم داشت پس از این حمله‌ای که در حال حاضر خود سوریه به اسرائیل نسبت داده میشه. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی از تل آویو. اما برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رجبی، هدف قرار گرفتن اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل، به نظر شما این چه معنایی داره و دلیل این حمله اسرائیل چی میتونه باشه؟ قبل هر چی بذارید من یک نکته بگم. مکررن دارم میگن که اینجا خاک ایران بوده، درسته اونجا رو میگن سفارت جمهوری اسلامی، ولی اونجا یک مکان نیروی قدسه، حسین اکبر. یعنی اونها دارن از این مبچی دیپلماسی استفاده میکنن برای مقاصد نظامی. حسین اکبری کسی که در ظاهر سفیر و عضو نیروی قدس بوده، قبلا در لیبی فعالیت میکرده، رضی موسوی که کشته شد هم او هم که فرمانده سپاه در اونجا بوده. پس این موضوع خاک ایران نیست، موضوع چیزیه که جمهوری اسلامی از اماکن دیپلماسی برای کارهای نظامی استفاده میکنه. اما این حمله چند ساعت قبل در هم مصاحبه با ایران اینترنشنال در پاسخ به سوال که واقعا پاسخ اسرائیل به ایلات چه خواهد بود، عرض کردم احتمالا پاسخی شبیه پاسخی که به رضی موسوی داد اسرائیل خواهد داد و یک عملیاتی رو خواهد کرد که بازدارندگی بسیار بالایی داشته باشه. این حمله نه فقط موضوعش حمله به اشخاصی که در این جلسه بودن حضور داره، داره نشان از این میده که اسرائیل آماده است که نسبت به همه اون استراتژی ها و اون کارهایی رو که گروه ها انجام بدن او پاسخش رو به جمهوری اسلامی بده. این دقیقا اختلاف نوع عملکرد آمریکا با اسرائیل. وقتی که گروه های شبه نظامی مثلا با آمریکا حمله می‌کردن، آمریکا پاسخ رو به همون گروه های شبه نظامی میداد، اما اسرائیل نشون داده حمله هایی رو که این گروه های شبه نظامی میکنن او پاسخش رو مستقیما به جمهوری اسلامی میده. اما در واقعیت اگر بخوایم نگاه بکنیم اینه که اسرائیل نه برای اینکه درگیری ها رو بیشتر بکنه این حمله رو انجام داد، احتمالاً برای اینکه درگیری ها بیشتر نشود. یعنی او میخواهد تمرکز بکنه روی موضوع غزه، روی موضوع حماس، روی موضوع آزادی گروگان ها. از سوی اون بر جمهوری اسلامی تلاش میکنه با نیروهای نیابتی تمرکز اسرائیل رو به هم بزنه. اسرائیل داره این پیام رو واضح به جمهوری اسلامی میده که اگر او بخواد تنش رو گسترش بده، اسرائیل آماده است که خطوط قرمزی که نانوشته هست رو بشکنه و عملیات‌های گسترده‌تری انجام بده. همونطور که خودتون هم اشاره کردین و کانال 13 اسرائیل هم گفته، جلسه فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختمان در حال برگزاری بوده. این چه معنی میده؟ ارزیابیتون از این موضوع چیه؟ مهمترین موضوع اینه که موضوع اطلاعاتی از نظر من، یعنی واقعا این دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به این موضوع چقدر بالاست که در به سرعت میتونه رصد بکنه یعنی یک جلسه ای که در بالاترین سطح بوده. اخباری که وجود داره میگه که نه زیاد نخال فرمانده جهاد اسلامی، بلکه مسئولین نظامی جهاد اسلامی به همراه فرماندهانی از حزب الله، به همراه گروهای از جمهوری اسلامی آمدن و در اینجا استفاده کردن از مکان دیپلماسی برای جلسه. اسرائیل یک رصد اطلاعاتی خودش رو داره به رخ میکشه که او اونها رو رصد میکنه، احتمالاً هم این جلسات رو میشنوه، میدونه که چه میگه و هر وقت بخواد میتونه به سراغ اونها بره. نکته دوم اینه که اون امنیتی که گروه شبه نظامی جمهوری اسلامی برای خودش در بعضی از اماکن در سوریه و جاهای دیگه مشخص کرده بود، نشون میده که اونها دیگر در امنیت نیستم. متشکرم از توضیحاتتون جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. ران درمر، وزیر امور استراتژیک و مشاور امور راهبردی نخست وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با پوریا زراعتی برای او آرزوی بهبودی کرد و گفت ایرانیان آزادیخواه و مردم اسرائیل در جنگ در چند جبهه علیه یک دشمن مشترک هستند.
ران درمر با محکوم کردن سوء قصد به مجری ایران اینترنشنال درباره خطر گسترش تروریسم سپاه پاسداران در اروپا هشدار داد. درمر ابراز امیدواری کرد اروپا سیاستهایش در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی را تغییر داده و سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. ران درمر شهریور ماه سال گذشته همزمان با سالگرد مهسا امینی در گفتگوی با پوریا زراعتی بر اراده کشورش در همراهی با ملت ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی برای رسیدن به آزادی در ایران و صلحی پایدار در منطقه خاورمیانه تاکید کرد. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم. A year ago these days Iranians they were in the streets chanting death to the dictator demanding regime change clearly. What do you think of these three words, woman, life, freedom? I'm for all of them. I think it's wonderful. I think that's, you know, France had its call for freedom and America had its call for freedom in its history. That's the call of the Iranian people for freedom. And I have no doubt that when this regime goes into the dustbin of history, that those three words will be emblazoned on the side of some of your public buildings as a call for future generations to understand that there was once this tyranny that held the Iranian people hostage, and they freed themselves from this tyranny, and they proceeded to enjoy a glorious future. وحیده بهشتی فعال حقوق بشر از لندن به ما پیوستن. آقای بهشتی، به عنوان کسی که خب مدت هاست پیگیر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بریتانیا هستید، نظرتون رو در ارتباط با سوء قصد به مجری ایران اینترنشنال به ما میگید؟ بله، همینطور که شما هم در اخبارتون گفتید، حالا من میپردازم به این مسئله. این نشانه قدرت جمهوری اسلامی در اروپا نیست، متاسفانه نشانه ضعف و درماندگی سیاستمداران و سیاست‌های ما در اروپا در مقابل این تروریست هاست. تنها کشوری، تنها رژیمی که زبان این رژیم جمهوری اسلامی رو میفهمه، ذات این رو میفهمه و میدونه چگونه باید باهاش برخورد کنه اسرائیله. همینجوری که شما دیدید الان چگونه برخورد کرد، فقط با این زبان میشه با جمهوری اسلامی برخورد کرد. ببینید، من برخلاف مهمان قبلی با بابک عزیز هم نظر هستم. این حمله‌ای که الان در سوریه شده در نوع خودش بی‌نظیره. به نظر من اولین باره که به یک ساختمان رسمی، یعنی خاک جمهوری اسلامی، خاک ایران هست، ولی خب یکی از مراکز رسمی جمهوری اسلامی است، زده شده. و این تنها ساعتی است بعد از اینکه من از این مسافرت یک هفته‌ای از آمریکا برگشتم و این خبرهایی که ما اعلام کردیم و مردم از درون ایران اعلام کردن که آماده‌اند برای گرفتن کمک نظامی، اینها قدم‌هایی است که داره طی میشه و فقط اسرائیل میدونه که این رژیم رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد. این تنها زبانی است که میفهمه. ما اگر می‌خوایم سیاست‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، در آمریکا، در منطقه رو قطع کنیم، نمیتونیم بریم بشینیم سر میز مذاکره با این تروریست ها مذاکره کنیم. باید مراکز اونها رو یک به یک در هم بکوبیم، مراکز سپاه، مراکز هسته‌ایشون و خانه های سران سپاه. و اینی که اولین بار یک خانه رسمی، یک ساختمان رسمی جمهوری اسلامی در سوریه هدف قرار گرفته میشه، این ساختمان کنسولی بوده، این اقامتگاه سفیره به روایت رسانه‌های خود رژیم. این نمیتونیم که بگیم مرکز نظامی که بوده، خودشون میگن اقامتگاه سران رژیم. و فقط همین زمان، ببینید این قدم مراحلی است که داره قدم به قدم طی میشه. ما در تمام صحبت‌هامون، در تمام ملاقات‌هامون، در سخنرانی‌هامون گفتیم این رژیم ببر کاغذی است. فقط زمان این مسئله رو دنیا میفهمه که این گونه باهاش برخورد کنه. و این تازه اول ماجراست برای این رژیم. به مردم ایران اون کمکی رو که میخوان بدن، مردم ایران کار این رژیم رو تموم میکنن. ولی آیا سوء قصد به پوریای عزیز ما، که از خدای بزرگ سپاسگزارم که پوریا در شرایط پایدار و سلامت هستن و امیدوارم که هرچه زودتر به خط مقدم و میدان مبارزه برگردن، آیا این سوء قصد به پوریای عزیز کمک میکنه به در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران؟ ببینید، خب اگر من بخوام این رو از لحاظ دیپلماتیک، از لحاظ قانونی بهش بپردازم، بله، ولی لوازم خودش رو احتیاج داره. لوازمش اینه که اول ما اسناد و مدارکی رو
اینجا پلیس ضد تروریسم به دست بیاره، دال بر این که این کار، این سوء قصد کار سپاه پاسداران و کار رژیم جمهوری اسلامی بوده. برای ما مشخصه پوریا دشمن دیگری نداره، پوریا یک خبرنگار صادق و مبارزه که تنها دشمنش جمهوری اسلامیه. برای ما مثل روز روشنه، ولی باید اسناد به دست بیاد. خب وقتی این اسناد به دست اومد، در دادگاه مشخص شد، تازه کار میرسه به چی؟ به پالیسی میکرها، یعنی کسانی که قانونگذاران اینجا، که بیان و بعد به وزارت خارجه. این کاریه که ما یک سال جلوی سفارت وزارت خارجه ایستادیم، هر روز باهاشون ملاقات داریم، با مجلس، با وزارت خارجه، با سفارت، با مراکز دیگه در انگلستان، که اونها رو متقاعد کنیم تنها راه مقابله با این رژیم، با سیاست‌های تروریستی جمهوری اسلامی، اولین قدمش در لیست تروریستی قرار گرفته. خب فکر می‌کنید که آقای بهشتی در این راه قدم برداره دولت بریتانیا، این اسناد و مدارکی که میگید رو جمع‌آوری بکنه و این کار رو انجام بده واقعا؟ ببینید، خب چون اینجا مراکز از هم مستقل هستن، اسناد و مدارک قطع به یقین جمع‌آوری خواهد شد توسط پلیس ضد تروریسم. اون جایی که ما مشکل الان داریم و ما یک سال خورده کمپ کردیم که این مشکل رو رفع کنیم، جلوی وزارت خارجه، وزارت خارجه است و وزارت خارجه خودش هم نیست. مسئله اصلی که ما باهاش روبرو هستیم این سلول‌های خفته و لابی‌های جمهوری اسلامی هستن. من در مقابل همین وزارت خارجه می‌بینم کسانی رو که میرن تو وزارت خارجه که ما به عنوان لابی اینها رو می‌شناسیم، ولی متأسفانه هنوز وزارت خارجه اینها رو به عنوان ایران اکسپرت، متخصصان ایران می‌شناسه و از اینها نظر می‌خواد. وقتی از اینها نظر می‌خواد میگه نه نه نه، دست به سپاه نزنید، سپاه خطرناک‌تر میشه، سپاه بیشتر آدم می‌کشه، سپاه تروریست‌تر میشه. ما یعنی در یک جنگ اطلاعاتی ما قرار داریم و ما داریم سعی و تلاشمون رو میکنیم. همه کارها در نوع خودش انجام خواهد شد، ولی وقتی که میرسه به وزارت خارجه، یعنی وزارت کشور باید این رو امضا بکنه، هوم آفیس، ولی هوم آفیس الان موافقه، ولی هوم آفیس از وزارت خارجه باید این مشاوره رو بگیره که آیا این کاری که انجام میده برای انگلستان، برای بریتانیا مضر مفید و چگونه است. وزارت خارجه تا کنون جلوگیری کرده از این که وزارت کشور این در لیست تروریستی قرار دادن سپاه رو امضا کنه، و این کاری است که ما داریم انجام میدیم. گیر کار ما وزارت خارجه است، ولی دوباره تکرار میکنم تنها راه مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است همین کاری است که اسرائیل داره میکنه، و امروز یکی از دقیق ترین کارهایی بود که اسرائیل انجام داد، و من این رو به شما در همین تریبون قول میدم. این مراحلی است که داره طی میشه، قدم هایی است پیش از این که مراکز جمهوری اسلامی در ایران مورد اصابت قرار بگیره و مردم ایران از این موقعیت استفاده بکنن و تومار این رژیم رو یک بار برای همیشه در هم بپیچن. و این چیزیست که ما دائما داریم در ملاقات هامون با در آمریکا و در اسرائیل، در بریتانیا میگیم، و میگیم مردم ایران موافق این کار هستن. بیش از 90% از این کار استقبال میکنن، یعنی از حمله نظامی به مراکز جمهوری اسلامی در داخل ایران. متشکرم از توضیحاتتون. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر از لندن. همزمان با 13 فروردین ماه و برگزاری جشن پایان نوروز و آیین 13 به در، ده‌ها تن از شهروندان معترض به پروژه شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک قیطریه در این پارک گرد هم آمدند. این تجمع برای حفظ ارزش‌های طبیعی و در اعتراض به اصرار شهرداری پایتخت برای ساخت مسجد در پارک قیطریه با وجود مخالفت گسترده شهروندان تهرانی و فعالان محیط زیست انجام شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این تجمع اعتراضی با وجود استقرار نیروهای امنیتی برگزار شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، امروز میلیون‌ها ایرانی جشن پایان نوروز و آیین 13 به در را با وجود مانع تراشی‌ها و محدودیت‌های حکومتی برگزار کردند. 13 به در امسال به دلیل همزمانی با 21 ماه رمضان و سالروز به قتل رسیدن امام علی، پیشوای اول شیعیان، و نیز به دنبال مواضع شماری از امامان جمعه و بسته شدن مراکز تفریحی و تاریخی و پارک‌ها در برخی شهرها با حاشیه همراه شد. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال تصاویری از اعمال محدودیت‌ها و بسته بودن پارک‌ها در شهرهای مختلف روایت می‌کنند. به گفته مخاطبان، در برخی مراکز تفریحی از جمله در پارک‌های تهران، شاهین شهر، اصفهان و مشهد محدودیت‌های اعمال شده، اما مردم در سراسر ایران روز 13 به در را جشن گرفتند.
امروز 13 بدر 1403 مردم رو راه ندادن به اینجا، منم یه جور بالاخره وارد شدم ولی هیچ کس نیست. لعنت به این جمهوری آخوندی. پارک رو بستن نمیذارن مردم میان داخل. واقعا که این شد حکومت جمهوری اسلامی. رسانه‌های ایران تصاویری منتشر کردند که نشان می‌دهد همزمان با ممنوعیت‌های حکومتی برای جلوگیری از ورود شهروندان به پارک‌ها، در روز 13 بدر حسن قریب دادستان قم به همراه نیروهای بسیجی و فرمانده سپاه قم در بوستان‌های این شهر حاضر شدند. صادق زیبا کلام، استاد و تحلیلگر علوم سیاسی، از شادی و رقص و آواز شهروندان و برگزاری آیین 13 بدر مردم در ایران انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ظاهراً متوجه نیستند بسیاری از ایرانیان امروز عزادارند و ای کاش اینقدر به زدن و رقصیدن اصرار نمی کردند. ایران اینترنشنال در روزهای اخیر ویدیوهای شادی مردم و برگزاری مراسم 13 بدر را منتشر کرده است. حسین غازیان جامعه شناس معتقد است بستن پارک‌ها از سوی حکومت و تهدید مردم باعث شده تا این موضوع به عرصه مبارزه میان مردم و حکومت تبدیل شود. من فکر می‌کنم این واقعیت تقریبا برای همه به صورت شهودی روشنه، یعنی هم برای من و شمایی که ناظر و شاهد این وقایع هستیم و مردمی که این زندگی رو تجربه می‌کنن، هم برای خود اعضای حکومت و پشتیبانان حکومت، هم این رو میشه از طریق تحقیقات مختلفی که صورت گرفته نشون داد. مثلا یکی از این تحقیقات که اتفاقا برمیگرده به همین ماجرای مارمزون و روزه و 13 بدر رو شما میتونید از سال 1353 تا 1402 دنبال کنید. پیش از انقلاب، یعنی در سال 1354، 3 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی، تحقیق انجام شده که نشون میده مردم حدود 79%شون میگن همیشه روزه میگیره. این مقدار در سال 1402، یعنی سال پیش، رسیده به 51%. این اون تحول مهمی است که در جامعه ما رخ داده، یعنی اندازه اون نوع از دینداری که حکومت مایل مردم داشته باشن و به حساب اون میگه من دارم حکومت میکنم کاهش پیدا کرد. من فقط دارم به یه رقم روزداری اشاره میکنم، در سایر جنبه هم همین اتفاق افتاده که حالا موضوع بحث نیست. و حالا نگاه کنید که همین روزداری و بستن پارک‌ها و نمیدونم مراکز تفریحی شده محل و میدان نبرد مردمی که میخوان یه جور دیگه زندگی کنن و حکومتی که میگه شما باید یه جور دیگه زندگی کنید. خب یکی از مظاهرش اینه که شما هی مسجد بسازید، مسجد خالی بمونن، ولی بگید که ما داریم به اصطلاح دین رو پرورش میدیم، دین رو ترویج میدیم و امثال اینا، ولی کسی نمیره تو این مسجدها. این که مسجدها خالی هن و خود اعضای به اصطلاح حکومت گفتن که این مسجدها خالی هن و شما دوباره مسجد میسازید، دقیقا نشوندنده همین فاصله هست. و اینجا توی مراسم 13 بدر هم میبینیم، یعنی این میدان نبرد در واقع میدان نبرد زندگی معمولی مردم معمولی است با حکومتی که میگه شما باید اینجوری زندگی کنید که من میپسندم و میخوام. و این روز که این دوتا واقع با هم مصادف شدن، یعنی اونجوری که مردم دوست دارن روزه بگیرن، اونجوری که مردم دوست دارن نمیدونم شهادت امامشون رو بزرگ بدارن و اونجوری که دوست دارن 13 بدر رو برگزار کنن، و گاهی اوقات اساسا منافاتی بین اینا نمیبینن و گاهی اوقات اتفاقا چون حکومت پشت یکیشون میسته با اون مخالفت میکنن. شما اگه واکنشا رو نگاه بکنید در مورد مردمی که در مورد این تقابل حرف زدن، کاملا این رو میبینید که حتی با وجودی که مذهبی هستن افراد، برای مقابله با حکومت حاضرن که اون چیزهای خودشون رو زیر پا بگذارن یا کسانی زیر پا میذارن خیلی جدی نگیرن و حتی اونا رو تشویق کنن. این نشون دهنده اون شکاف عظیمی است که در این دورافتادی که شما اشاره کردید کاملا واضح و آشکار. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومت نیکتا خواهر یکتا ناصر هنرپیشه سینما را به بهانه انتشار پستی علیه حجاب اجباری وادار به عذرخواهی و اعتراف اجباری کردند. بر اساس این اطلاعات نیکتا ناصر ساعت‌ها تحت بازجویی پلیس امنیت بوده و بعد از آن خبرگزاری رکنا ویدیویی از او منتشر کرده که او در آن از پلیس امنیت برای پست اینستاگرامش عذرخواهی می‌کند. نیکتا ناصر پیشتر در اینستاگرامش به دلیل توقیف خود راش به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری از پلیس و لباس شخصی ها ابراز انزجار کرده بود.
شماری از خانواده‌های دادخواه آیین 13 به در را به یاد کشته شدگان و با حضور بر سر مزار عزیزان خود گرامی داشتند. مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی و میثم پیرفلک، پدر کیان، کودک کشته شده در خیزش مهسا، با انتشار تصویر این جان باختگان 13 به در را شاد باش گفتند. خواهر محسن محمدی کوچک سرایی از کشته شدگان خیزش مهسا در قائمشهر با انتشار ویدیویی بر سر مزار برادرش نوشت 13 به درتان مبارک و شادی هایتان صد برابر. تو که باشی نحسی از 13 به در بی اثره، میخرم به جون همه درداتو من یه نفره. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت، اما تا دقایق دیگر برمیگردم با بخش اقتصاد بازار.